با سلام خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، برنامه از اعماق را می‌بینید. این برنامه همچنان که در برنامه گذشته وعده داده بودیم اختصاص داره به بیماری‌های شغلی. به اتفاق دکتر احمد عزیزپور هستیم به عنوان همراهان این برنامه، که از این به بعد ما سعی می‌کنیم که برنامه‌های مختلفی رو در رابطه با بیماری‌های شغلی در رشته‌های مختلف، موضوعات مختلف در این رابطه با هم پیش ببریم. ضمن اینکه برنامه گذشته لازم هست یادآوری بکنم که در رابطه با بیماری آسبستوز بود، پنبه نسوز، که رفیق احمد توضیح دادن این بیماری، شیوع بیماری، خطرش، علتش و سببهاش و از چه زاویه است، شاید یک مروری بکنن. امروز در رابطه با یکی دو موضوع دیگری صحبت می‌کنیم که بیماری شغلی است. من اجازه میخوام پس از این سلام بگم خدمت دکتر احمد عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتون که قراره با هم پیش ببریم. خیلی متشکرم رفیق عباس، متشکرم که منو برای این برنامه دعوت کردید و سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و بینندگان این برنامه. بله، خوش آمدین به برنامه خودتون. در واقع این برنامه قرار هست که شما به عنوان هم یک پزشک، هم کمونیست، هم در واقع کارشناس این بیماری شغلی همراه باشین و این برنامه به عنوان یکی از ضرورت‌ها آگاهی بخش به در واقع در رابطه که روی سخنمون با طبقه کارگر است، با فعالین جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی است، که آشنایی بیشتری داشته باشن به خطراتی که همیشه باش روبرو هستند و چگونه به عنوان یک حق چگونه مطالبه کنن در واقع حق زندگی کردن خودشون. حق زندگی کردن که به معنی این که خب معلوم کارفرما هیچ وقت اقدامی نمی کنه، هیچ وقت به خاطر که اون سود پرستیش، اون ولعش به جان کارگر اصلا بهایی نمیده که کارگر رو آشنا بکنه به خطرات حتمی که در رابطه با اون موضوع کار، اون در واقع وسائلی که یا کلن خود به اصطلاح ابزار تولید و غیره که باش سر و کار دارن چگونه میتونه خطرات جانی براش داشته باشه، به عنوان نه فقط ایمنی کار بلکه به عنوان یک شغل. خب در واقع گام نخست آشنایی و آگاهی بخشی به اون موضوع هست، در واقع کنترل و ارزیابی مداوم محیط کار هست که آیا سلامت هست، آیا اون تجهیزات ایمنی وجود داره پیشگیری کننده، و در واقع کارگر رو ضمن این که هم زمان با استخدامش یا به کارگیریش با استماعینات کامل انجام بشه، وضع سلامتیش احیانا اگر مثلا ریش دچار یک مشکلی از قبل از استخدام به هر حال به یک کار دیگری به هر حال بهش واگذار بکنه که این ریه آسیب دیده در معرض اون عوامل بیماریزا خطرناک نباشه. عوامل بیماریزا در رابطه با محیط کار صحبت کردیم، میتونه شیمیایی باشه، میتونه فیزیکی باشه، میتونه بیولوژیکی باشه، مثل میکروب، باکتریا، پارازیت ها و خیلی چیزهای دیگه، یا میتواند در واقع اون نشستن میشه، حالت نشستن باشه. مثلا فرض کن چگونه مناسب باشه اون صندلی، اون وضعیت در واقع کار کردنش در ارتباط با موضوع کار، شرایط روحی، روانی، استرس، اون چیزایی که به حال به علت شدت کار یا به علت اینکه دقت کار مثلا به کارگر احساس میکنه یا کسی که داره کار معینی رو انجام میده، خود همه اینا رو عوارض و ضایعاتی تو شخص میتونه ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید این مسئله
نوع کار و اینکه مثلا کارگران یا کسانی که در محیط های کار چیز میکنن مشغول کار هستن با ابزارهایی که ممکن است ایجاد ضایعاتی تو برای ضایعات فیزیکی ضایعات روحی روانی براشون ایجاد بکنه، قبل از هر چیز با اینها در مورد این ماده معینی که اینا باش سر و کار دارن در مورد محیط کاری که چیز دارن باید آگاهی داشته باشن و این یکی از وظایفی که جامعه باید به عهده بگیره و باید صاحبان کار رو بهشون تحمیل بکنه که این وظیفه رو خوب پیش ببرن. و خب یعنی کارگران باید در مورد کاری که انجام میدن و عوارضی که ممکنه گرفتارش بشن آگاهی داشته باشن و خب طبعا اگر آگاهی داشته باشن هر علائمی که اینا پیدا میکنن این علائم براشون هشدار دهنده خواهد بود و میتونه مثلا طرق مختلف جلوگیری رو از ایجاد این ضایعات رو خودشون گوشزد بکنن و بخوان از صاحبان کار مثلا در محیط هایی که آلوده است، در محیط هایی که مثلا همونطور که شما گفتید پنبه نسوس چیز هست و پخش میشه، ماده بسیار آلوده کننده ایه، عوارض بسیار شدیدی برای کسانی که تو این محیط ها کار میکنن به وجود میاره، ضایعات ریوی شدید از فیبروز و سخت شدن بافت ریه گرفته تا سرطان ریه، تا سرطان پرده جنب، تا سرطان استفاق، تا سرطان پرده دور قلب و تا سرطان کیسه دور شکم، یعنی استفاق، همه اینا رو میتونه به وجود بیاره. و بنابراین کارگرها باید از محیطی که توش کار میکنن اولا آگاهی داشته باشن و ثانیاً باید ارگانیزاسیون هایی باشه، باید سازمان هایی باشه که این رو کنترل بکنن. یعنی مثلا چه مقدار مثلا پنبه نسوس تو هوا هست، آیا مثلا امکانات امنیتی و امکانات ایمنی برای جلوگیری از اینکه بیماران این مواد رو تنفس بکنن وجود داره یا وجود نداره. و این به هیچ وجه، شما تو جلسه قبلم گفتیم که اگر آسبست و آسبستوس یا مثلا بیماری هایی که به علت پنبه نسوز ایجاد میشه سالهای سال صنعت و سرمایه‌داری اینا رو از کارگران و از طبقه کارگر و از اشخاصی که با اینا سرکار داشتن پنهان کردن، برای اینکه این پنبه نسوز یه خاصیت های خیلی خوبی برای ساختمان سازی برای در عرصه های مختلف صنعت داره و به خاطر اینکه این رو چیز ازش استفاده بکنن و تحقیقاتی برای پیدا کردن ماده آلترناتیو انجام ندن، پول خرج نکنن، اینا رو از مردم، از طبقه کارگر، از جامعه مخفی کردن. ولی خب بالاخره مردم فهمیدن و مبارزات اینا سبب شده که مثلا آسبستوس یا مثلا پنبه نسوس تو این کشورها، تو مثلا سوئد از 1973 یه بار مثلا پنبه تزریقی، پنبه نسوس تزریقی که تو ساختمان اینا با کار می بردن اینو ممنوع کردن. تو 1976 این پنبه نسوز آبی رو چیز کردن. بعد از 1982 به طور کلی پنبه نسوز رو ممنوع کردن. علی رغم اینکه ممنوع کردن با توجه به اینکه به طور وسیع تو ساختمان سازی، تو برای آیقای مختلف، تو مثلا ماشین موکه ترمز ماشین، کلاج ماشین دیگه خیلی استفادهش وسیع بوده، هنوزم سالانه بیشتر از 100 نفر به سرطان ریه ناشی از این پنبه نسوز و بیشتر از 130 نفر مبتلا به سرطان پرده جنب ناشی از این آسبستوس میشن. بنابراین آگاهی از اینها، راه‌های جلوگیری از اینها و مبارزه برای اینکه وادار بکنن صاحبان کار رو
این محیط های با امکانات تهویه مناسب به وجود بیارن خب چیز بکنه. برای نمتون که شما اشاره کردین تمامی مشاغل در واقع دارای یک سری خطرات هستن، حالا کم یا زیاد، بعضی هاشون همچنان شدیده که سریع تبدیل میشه به، یعنی در واقع مستقیم سرطان زا هست، مثل بنزن که توی بنزین به کار میره، یا مثل آسبستوز، بیماری آسبستوز و که یا سیلیکوز که اینا بیماریشون قابل درمان نیست. وقتی که کارگر یا فرد دچار این بیماری شد به هیچ وجه نمیشه درمانش که به سرطان تبدیل میشه به همه میدونن. به هر حال آنچه مهم است بایستی شناخت، بایستی این خطرات رو شناخت، این شغل رو شناخت و راههای جلوگیری البته وجود داره. همیشه پیشگیری خیلی ارزونتر و آسانتر از درمان است. که با یه واکسن میتونیم جلوگیری بکنیم از بیماریایی که بسیار کشنده است، که بسیار ارزون و ساده هم هست، ولی وقتی یک طرف بیمار شد دیگه، مبتلا شد دیگه، معلومه چقدر هزینه به جامعه، به خود، به خانواده، به تمام این چیزا رو وارد میاره. بنابراین طبق صحبتایی که شد ضروری است که کارگر بشناسه، آگاه باشه از خطری که این کار، این ماده ایجاد میکنه. خب ضرورت داره که جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی در رابطه با بیماری شغلی دفترچه‌ای رو به هر حال در اختیار باید کارگرا با اون حقشون تحمیل کنن به سرمایه‌دار، به کارفرما، که کارگر معدن مثلا، کارگر سنگبره که با سیلیکوز که شما میخواین صحبت کنین، چه خطراتی داره، چه کار باید کرد، چه پیشگیری حداقل میشه کرد، علائم این بیماری اگه مثلا به چه صورته، که در اولین فرصت اگه دید علامتی به هر حال عوارضش رو بتونه حداقل یه جای قطع کنه دیگه، یعنی جلو. بنابراین این برنامه میتونه در ارتباط با این باشه، و یعنی خب حکومت اسلامی، کارفرما، اونی که تشنه سود هست و مکیدن خون کارگر، نمیاد در این شرایط آگاهی بده، دفترچه تهیه کنه، بگه خطرات این بیماری اینه، ماکس باید بزنی، نمیدونم این وسایل فیلترهای مخصوص و غیره و غیره. تو جامعه‌ای که حدود 10 میلیون نفر بیکار داره، حدود چند میلیون کودکان کار داره، حدود 300-400 هزار نفر کولبر داره، کولبری که باید میدونیم چه خطراتی، حالا حتما برنامه خواهیم داشت در رابطه با همین بیماری شغلی این بخشی از طبقه کارگر ایران به دوش میکشه، ضمن اینکه آماج سینش آماج گلولای تکتیر اندازه حکومت اسلامیه، ضمن اینکه ما تو این وضعیت میبینیم مال باختگانی که تو خیابونا شبا میخوابن، حدود 10 میلیون نفر رو در واقع غیر مستقیم و مستقیم دوچار بیچارگی کرده، پولاشون رو خوردن، زنان در خیابان‌ها، بیکاری، جوونا، تمام این مسائلی که ما تو جامعه می‌بینیم، فلاکت. ممکنه که بگه خب حالا شما در فکر اینین که مثلا کارگر بهش خبر بدن که بایستی ایمنی داشته باشی و غیره، ولی به هر حال اینها مهمه به نظر من. کاملا مهمه، همونطور که شما گفتید این مثلا سیلیکوز رو در نظر بگیرید، تو کشورهای صنعتی در عرض 2-3 سال از 1991 تا 95 24 هزار نفر تو چین فقط به خاطر این بیماری مردند. بله. و این مثلا به طور وسیع در کشورهای صنعتی که گویا باید امکانات ایمنی تو محیط کارم وجود داشته باشه، مردم همینطوری از این بیماری ها جمع میوازن. و این خب طبعا تو کشور ما هم تو با توجه به اینکه کنترلی نیست، آمار نیست، امکانات امنیتی نیست و تهویه نیست، و اصلا اینا و باید اینا راه‌های جلوگیری خیلی دقیق علمی به کار برده بشه در اینا وجود نداره، یا اگر وجود داره عمل نمی‌کنه، خب تمام این اهمیت داره دیگه. مثلا تعداد زیادی کارگر مثلا در نظر بگیری، اگر در مورد سیلیکوز صحبت بکنیم، تو معادن دارن کار میکنن، سنگبری میکنن، سنگ تراشی میکنن، تو کارخانه سیمانسازی کار میکنن، تو مثلا شیشه بری کار میکنن، انواع کارهای مختلفی رو مثلا دارن، مثلا بتون میکنن و
تونل میکنن، جاده میسازن، سنگبری میکنن، کوه رو دارن. به خصوص تو ایران که الان پاسدارا کوخار شدن از در واقع. یعنی به طور وسیع سیلیکوز تو محیط های کار پخش میشه. خب این سیلیکوز، این ذرات سیلیکوز تنفس میشه. تنفس ذرات سیلیکوز درست مثل ذرات اسبست، اینا که میرن تو از طریق راه های هوایی میرن تو کیسه های هوایی، با همون مکانیزمی رو که قبلا در مورد اسبستوس گفتیم، با همون مکانیزم، به جای اینکه مثلا سلول هایی که اونجا هستن، ماکروفاژ ها که هستن، بیان این ذرات سیلیکوز رو بگیرن و بخورن و بدن رو از ضایعات که اینا ایجاد میکنن محفوظ نگه بدارن، این وقتی که این ماکروفاژ ها ذرات سیلیکوز رو میبلعن، به جای اینکه اینا از بین برن، خود ماکروفاژ ها از بین میرن. وقتی که این ماکروفاژ ها از بین میرن، بدن و تو اون محیطی رو، محیطی که ایجاد شده تو بافتریه تحریک میشه، التهاب ایجاد میکنه. این التهاب سبب میشه که یواش یواش خاصیت ارتجاعی بافت همبندی ریه از بین بره، بافتریه سفت بشه و دیگر علائمی رو که کسی که گرفتار سیلیکوز میشه و این علائم ظاهر بشه، یعنی طرف گرفتار تنگی نفس بشه، گرفتار سوهای خشک بشه. خب طبعا این بیماری خیلی بیماری پیشرونده ایه. خب بسته به اینکه مثلا چی میزان اسبست تو این محیط هست، غلظت معذرت میخوام سیلیکوز سیلیس در این ذرات سیلیس چقدر هست، این بیماری ممکن است خیلی شدید ایجاد بشه. برام تو که شما فرمودین تو واحدهای صنعتی با جیوه، سر، مواد شیمیایی سر و کار داره کارگر و مسمومیت ایجاد میکنه، بیماری های مزمن معمولا ایجاد میشه. کارگر معدن در اثر گرد و غبار و گازها و همه اینا ریش دچار آسیب میشه، آماده میشه برای سرطان. کشاورزا همینطور در رابطه با سموم کشاورزی و خود همون گرد و خاکا و خود چیزایی که وارد ریه میشه. در مورد کارگران نیشکر صحبت خواهیم کرد، راننده ها و خلبان ها، اینا که به اصطلاح بخشی از صحبت های شما بود، میخواستین روش صحبت کنین، ارتعاش و غیر و اینها، افرادی که باز با کارمنده ها عمدتاً که در جای نامناسب میشینن، طرز نشستنشون وسایل درستی نیست، استاندارد نیست، میزی که باش کار میکنن، کامپیوتری موس کامپیوتر که باش کار میکنن، اینا همه به ارگونومی که قرار باید باشه، اسکلت و عضلات بدنشون دچار عیب و ایراد میشه، چشمشون، گوش و همه اینها. به هر حال الان در رابطه با سرطان‌های شغلی شما شروع کردین برنامه رو که یکی از مشایع‌ترینش در برنامه گذشته صحبت شد و برنامه امروز مثلا سیلیسیوم هست، سنگ سیلیس که بیماری سیلیکوزیس میده. شما اشاره کردین به دلیل اینکه این گردها یا ریزگردی که یا ذرات خود سیلیس که حدود مثلا 2 میکرومتر یعنی 2 میلیونم متر، یعنی مثلا ذره سر یک سوزن تا 5 میکرو، درست. اینا در هوا اینقدر سبکن، سنگن ولی معلقن و وارد ریه میشه. وقتی وارد ریه شد، ماکروفاژا یعنی گلبولای سفیدی که بیگانه خوار هستن، درست. اینا رو میان ببلن چون فکر میکنن که خب یک دشمنی وارد شده، میان میخورتش. ضمن اینکه خودشون هم از بین میرن، یعنی بدن خلسلا میشه از نیروهای دفاعیش. شما اشاره کردین برای شنوندگانی که ماکروفاژ ممکنه برایشون چیز باشه، گلبولای سفیدی هست، چون گلبولای سفید تقسیم بندی های مختلف در هستن، یه دشون آنتیکور آنتیبادی ترشح میکنن، یه دشون شناسایی میکنن، یه دشون در وله اول دشمن رو میخورن، اون پروتئین یا اون موجودی خارجی که وارد شده به نام آنتیژن. یا در واقع وقتی که این سیلیس رو خورد، تبدیل میشه به خود یک راکشی، یک واکنش هم نشون داده میشه، یک نوع آنزیم در ترشح میشه. این آنزیمه باعث حساسیت خود بافت مثلا اون کیسای هوایی میشه، سلولا اپیتلیالا میشه، یعنی در واقع سلولای پوششی بافت و مخاط و اینها.
و اینا وقتی که تبدیل به اینشه زمین سفت شدنش سرطانی میشه و تازه اگه بعضی قسمت هم نشه آماده میکنه برای سرطان، برای بیماری های دیگه، برای سل مثلا، باکتری های دیگه وارد بشن و از پا در بیارن. بنابراین حق کارگر هست که بدونه با این مو چیز ساده ظاهرا این نیست که این مقدار خب با سنگو نصف میکنه، میتراشه، نمیدونم مته میذاره، سنگ تراشی تبدیل به مثلا پودر کردن و خرد کردن مثلا ماسه فلان، همه اینها مجموعه به اصطلاح بیماری سیلیکوس به وجود میاره. سیر پیشرفت چه شما اشاره کردین که فرودش اینطوریه به اصطلاح توی ریه در وهله اول چون تنفس میشه از برونشا گرفته تا پایین گرفتار میکنه. برای همینطور که عرض کردم این وقتی که این ذرات سیلیس میره متاسفانه طوری چسبنده است که اینا نمیتونن خارج بکنن، یعنی کارگرایی که تو این محیط های پر سیلیس کار میکنن اینا رو وقتی که تنفس میکنن با سرفه هایی که میکنن سرفه های با توجه به که سرفه هاشون خشکه نمیتونن خارج بکنن، یعنی خلطه نمیتونه بمیره بیرون چون خود خلطه که مکانیزم دفاعی بدنه داره. چون چسبنده است میگیره بعد میندازه بیرون اینا نداره، اینو متاسفانه از دست میدن، اینا ندارن و این میمونه. وقتی که میمونه از طریق ماکروفاژا که چیز میشه، خب این ضایعات رو به صورت گره های متعددی ابتدا تو قسمت های فوقانی لبهای ریه ایجاد میکنه، خب بعدا این منتشر میشه، یه ضایعات منتشر تو هر دو ریه ایجاد میکنه و دیگر بافت ریه خاصیت ارتجاعی خودش رو، خاصیت این که بتونه مثل سابق تبادل اکسیژن و گاز اکسید کربن بکنه از دست میده، یعنی حجم ریه کم میشه، کم میشه میشه و خاصیت ارتجاعی ریه بازبسته شدن ریه رو کم میشه، کم میشه. بنابراین طرف به جای اینکه بتونه از ابتدا مثلا حتی در موقع عادی میزان اکسیژن لازم رو تأمین بکنه، بعد تعداد دفعات تنفسش بیشتر از عادی باشه، خب طبعا این در موقع کار خیلی بیشتر میشه، بنابراین گرفتار تنگی نفس میشه این شخص. خب یکی از علائم مهمش این طوریه، اینه که مثلا گرفتار تنگی نفس میشه. عرض کردم بسته به این که این میزان این سیلیس تو این محیط کار چقدر هست، سرعت ابتلا به این بیماری، سرعت ایجاد ضایعات متفاوت هستش و به اینو مثلا تقسیم کردن به نوع حاد، نوع تحت حاد و نوع مزمن. اونایی که مثلا میزان سیلیس خیلی بالاست در عرض مثلا یک سال یا یک سال و نیم دو سال گرفتار سیلیکوز میشن، اونایی که مثلا میزان متوسطش، میزان سیلیسش متوسط هست، اینا در عرض 4-5 سال 6 سال گرفتار چیز میشن یا 10 سال گرفتار میشن. رفیقم جانم صحبتتون شما تام اینجا فکر کنم جا داره که اشاره بکنید به که صحبت کردین که غیر مستقیم پس از اینکه اکسیژن کم میرسه و ریه مجبور بیشتر تنفس بکنه که اکسیژن برسونه به سلولای بدن که سوخت ساز انجام بشه، خب مسلمه قلب در اولین مرحله وریدها سخراگا چیکار میکنه؟ اینجا چور قلب تحت تاثیر قرار میگیره، این طوری میشه. وقتی که مثلا قلب راست باید مثلا خونی رو که اکسیژن نداره بفرسته تو ریه ها و از اونجا اکسیژن بگیره و برگرده تو قلب چپ، تو قلب چپ. منتها مثلا در نظر بگیرید وقتی که شما بخوای آبی رو توی محفظه ای رو که مثلا حالا اگر یه توپ رو در نظر بگیرید، یه توپ مثلا لاستیکی در نظر بگیرید، آب توش بریزید، به راحتی میتونی شما مثلا آب رو جریان بکنه به داخل این توپ لاستیکی. ولی به جای توپ لاستیکی اگر یه توپ آهنی باشه، خب باید فشار خیلی بیشتری به کار ببرید، برای این اتصال پیدا نمیکنه. ری این حالت رو پیدا میکنه، بنابراین برای اینکه قلب بتونه میزان اکسیژن لازم رو برای ارگان های مختلف تأمین بکنه، باید با سرعت و با شدت زیاد قلب راست بزنه که جبران کنه. بنابراین قلب راست بزرگ میشه،
یعنی دهلیز در واقع اصطلاحاً پزشکی بطن راست بزرگ میشه. بطن راست بزرگ میشه. هایپرتروفی به اصطلاح. هایپرتروفی پیدا میکنه. بزرگ میشه. عضلاتش بزرگ میشه و این عکس العملیه نسبت به فشاری که تو درون ری هست. بعد یه چیز دیگه ایم که ایجاد میشه اینا معمولاً پولمونر آرتر هیپرتنشون پیدا میکنن. یعنی بالا رفتن فشار شریان‌های ریوی پیدا می‌کنند. شریان‌هایی که این خون رو از طریق قلب راست و سخرگ‌های ریوی دچار فشارشون بالا میره. چرا؟ برای اینکه مثلا این خونی که تو اینا هست میره به طرف ریه، راش بسته است. وقتی که راش بسته است، خب طبعا چی میشه؟ یعنی فشارش بالا میره. پس به اینه چی میرسیم دکتر احمد که حالا به احتمال زیاد خیلی افرادی که دچار این وضعیت هستن و طولانی مدت در معرض سیلیس قرار گرفتن و سیلیکوز گرفتن، امکانش هست به احتمال زیاد که به اون بیماری قلبی هم دچار بشن، یا به هر حال وریدی و بطن و اینها. ولی علائمش به چه صورته؟ علائمش همونطور که عرض کردم، بس به علاوه یه چیزی گفتیم که مثلا یه نمونه ای که شایع ترین نمونه سیلیکوز، سیلیکوزی که به طور مزمن ایجاد میشه، یعنی طرف 10 سال 15 سال تو این محیط کاری که پر از سیلیکوز، سنگ تراش، سنگ میبره یا تو کارخانه سیمان سازی کار میکنه و این میزان سیلیس بالاست، خب در عرض مثلا یواش یواش در عرض 10 15 سال گرفتار سیلیکوز میشه. خب علائمش اینطوریه، خب معمولا علائمش پوشیده است از ابتدا، یعنی مثلا کارگر متوجه نمیشه که مثلا برای اینکه مثلا ممکنه هیچ کار اقدامات پزشکی معینی انجام نمیده، مثلا یه تست معینی تو از قلبش، از ریه‌هاش عکس برداری معینی انجام نمیدن و بنابراین خیلی زود متوجه نمیشه. وقتی متوجه میشه میبینه که بدون اینکه، یعنی سرفه‌هایی میکنه که قبلا نداشته، سرفه‌های خشک میکنه، بعد میبینه که مثلا اگر تندتر راه بره مثلا گرفتار تنگی نفس میشه، این تنگی نفس بیشتر و بیشتر میشه و بعد اینا معمولا خب درد قفسه صدری پیدا میکنه، اینا معمولا درد قفسه صدری پیدا میکنه. خب طبعا یواشیاش طوری میشه که مثلا از انجام کارشون خب عاجز میمونن. اینا معمولا ضایعات دیگری به علت اینکه میزان خون به اندام هاشون نمیرسه، این ناخوناشون هم مثل پشت شکلش عوض میشه، اولا رنگش تغییر پیدا میکنه، کبود میشه و مثل پشت نعلبکی میمونه، یا مثل مثلا این شیشه عینک و اینا اینطوری برجسته میشه. ناخوناشون برجسته میشه، کلاپینگ فینگر بهش میگن، اینطوری میشه و برای علائم اینطوری. و بعدا خب مهمترین علامتش اینه که بعدا اینا به خاطر تنگی نفس شدید احتیاج دارن که مثلا اکسیژن مصرف بکنن. یعنی بنابراین کارگرها برای هر از زمینی که بایستی معاینه بکنن آگاهی بهشون بدن و با موضوع کار به اصطلاح آشنا باشه، معاینات دوره‌ای باید داشته باشن و این وظیفه کارفرما است به طور کامل، و اگر نکنه باید به هر حال این طبقه کارگر اینو بخواد، یعنی کارگران فعالین همه بدونن که این حق کارگره و تا حق هم نمیان به تو حکومت اسلامی حقو بدن یا بگوین تو باید این اطلاعاتو داشته باشی. به هر حال در رابطه با این به اصطلاح آزمایش‌های مختلفی که باید بشه، مثلا حجم شما میگی دیگه، مثلا گفتید این طوریه که مثلا یه محیط کار، این کار کارفرما وظیفه داره و باید این رو بهش تحمیل بکنن که حتما یک مهندس معین مخصوصی برای اندازه‌گیری میزان سیلیس تو اون محیط کار استخدام بکنه و این برای اینکه مثلا میزان سیلیس عرارت می که مثلا میگن یک دهم میکرو در یک متر مکعب در عرض 10-15 سال میتونه سیلیکوز ایجاد بکنه. حتی دیدن که یک چهارم این میزان هم میتونه سیلیکوز ایجاد بکنه. بنابراین این خیلی مهمه که مثلا محیط کار به دقت
از طریق این مهندسی که مهندس این کار هست، مهندس این کاره، این بازرسی بشه، و از طرف دیگه این کسایی که این کار میکنن، کارگرا، بعد هر چند ماه یک بار به وسیله پزشک معاینه بشن، معاینه بشن، عکسبرداری ریه‌ها بشن و تست های معین حرکتی و فیزیکی از اینا، برای اینکه ظرفیت ریه‌هاشون بعد مشخص بشه که مثلا آیا تغییر کرده، بدتر شده، و مثلا به محضی که اینا فهمیدن که علائم گرفتاری به این بیماری پیدا کردن، بعد اقدامات پیشگیری رو تشدید بکنن، درمان و یا درمان، یا درمان حقیقتا تا حدی مثلا حداقل یک مقدار دارویی بازدارنده، ترمز کننده، چیزی باشه. من میدونم خود همه کارگران میدانن، کسانی که اصلا جامعه میدونه که حکومت اسلامی هیچ بهایی نمیده، به همین دلیل هر گونه سازمان یابی کارگری رو ممنوع میکنه، هر گونه به هر حال تشکلای صنفی که فقط مسائل ساده روزمره زندگیش، مثلا همین ایمنی کار، همین حداقل آشنایی با بیماری‌های شغلی، همین که حداقل حقی برای این داشته باشه که فردا دوباره بتونه بیاد خودشو در واقع در اختیار سرمایه‌دار قرار بده و استثمار بشه، نه چیز بالاتر. البته کارگر باید از این فضا بگذره، باید سازمانه خودشو سازمان بده، مستقل از حکومت باشه و از عذاب بورژوایی و سرمایه‌داری، که کلاس داشته باشه، جلسات هفتگی و ماهانه داشته باشه، بدون حقوقش چیه، دفترچه درست بکنه، کتاب، جزوه، که این مثلا کارگری که در کارخانه سیمان کار میکنه بدونه که این کارخانه در وهله اول یک فیلتر مخصوصی میخواد که چگونه این ذرات چیز رو فیلتر کنه، حداقل که همه کارخونه ها استاندارد باید داشته باشن، همه اینا مثلا کارگرا مثلا ماسک داشته باشن وقتی که کار میکنن، ماسک های خیلی ایمنی بسیار پیشرفته خوبی هست که مثلا میتونه واقعا جلوگیری بکنه از تنفس، ممکنه به طور کامل نه، ولی به درجات زیادی پیشگیری میکنه، جلوگیری میکنه از ایجاد بیماری. من دوره دانشجویی برحال چون یه مقدار رشتم هم بود اپیدمی شناسی، بیماری واگیر و اینها، به هر حال یه دوره قرار بود بریم کارخونه سیمان فارس اونجا، و موضوع بسیار زیر سوال بردیم چون یک دهکده کنارش ایجاد شده بود که عمدتا عشایر قشقایی اونجا زندگی میکردن که دیگه در کوچ و اینا دیگه باز مونده بودن، ناچاران بغل اون کارخونه اتراق کرده بودن، با هر حال خیلی زندگی سختی داشتن، و شهرک کارگری کنار کارخونه درست کردن که کارگرها زندگی میکردن. وقتی از اونجا عبور میکردی تقریبا چند، شاید نزدیک یک سانت، شاید گرد سیمان روی اون افراد مینشست، یعنی همه چیز زیر گرد سیمانی بود که از کوره هایی که پخش میکرد فرود میومد روی مردم اونجا، تو ماشینا، رو خونه ها، روی سک و صورت بسا افرادی که اونجا گذر میکردن. خب معلومه که اکنون بدتر شده، اکنون ریزگردهایی که میگن در واقع یک سربار دیگری شده بر دردهای بیشمار جامعه، همه چی رو آماده میکنه، و حکومت هم که اصلا براش مهم نیست که راههای پیشگیر کننده اجازه بده کارگر سازمان‌های صنفی خودش داشته باشه که حقوقش رو مطرح کنه، که جلسات هفتگی بخواد که چرا این نیست، به اصطلاح دست به فشار، به اصطلاح ارمای فشاری داشته باشه. حکومت از این زاویه کارگرا، کارهایی که خود کارگرا میکنن میتونن بکنن بخوای به عنوان جلوگیری از ایجاد ضایعات زودرس از این سیلیسیوم، اینه مثلا سیلیسی، اینه که مثلا در نظر بگیرید اینا وقتی که مثلا گرد و غبار رو تمام بدنشون مینشینه، رو صورتشون، رو پوستشون، تو همه جا، گاهی مثلا میرن با باد، با ابزارهایی که باد تولید میکنن اینا را پخش، از اینا استفاده میکنن، این خطرناکه، یعنی بیشتره با فشار هوا، با فشار هوا، این خیلی کار بدیه و بیشترین
کار اینه بهترین کار اینه که حتما اینا رو باید با آب چیز بکنن. بله، پاشیدن آب و اینا. یعنی هر بار مثلا بعد از هر کار خودشونو حتما دوش بگیرن، یعنی بعد از هر موقع صبحانه و نهار و شام و اینا حتما باید دستاشون رو خوب بشورن، صورتاشون رو خوب بشورن. حداقل کاری که میشه کرد. ابزارهایی که به کار میبرن، مثلا دارن سنگ سوراخ میکنن، سنگ سوراخ کردن، این مرتب از این ذرات سیلیس متساعد میشه میاد بیرون. اینا معمولا آب میریزن یا سنگو میبرن و اینا رو اینا باید از مایعات برای شستن اینا استفاده بکنن. حالا خب مایعات رو ممکنه مثلا میزان نوع کار رو خورده اشکال ایجاد بکنه، ولی از ایجاد ضایعاتی که برای انسانی کارگرا تولید میشه جلوگیری میکنه. یعنی منظور محیط کار باید با وسایلی که نه سبب پخش ذرات بلکه سبب جریان پیدا کردن اینها تو از طریق مثلا آب یا هر مایع دیگه ای مثلا اینا بتونن محیط کارشون رو به این ترتیب از این آلودگی ها پاک بکنن، خب طبعا از جلوگیری میشه از ابتلاشون زودرسشون به بیماری. برحال میشه ضمن اینکه خطر رو در سطح خطر رو پایین آورد یک مقدار پیشگیری هم کرد، مثلا تو که شما میفرمایید محیط کار رو یه مقدار ایمنتر کرد که مثل همین پاشیدن آب، مثل اینکه تهویه‌ای قرار بدن که اکسیژن بیشتری وارد بشه که ریا مجبور نباشن مثلا تو اون فضا با فضای بسته و اینها برحال تنفس بکنه فرد، و مثلا آموزش‌های در رابطه با خطر این کار و خطر سیگار مثلا تلاش بکنن آموزش بدن، و به خصوص کسایی که سیگار میکشن. آره به هیچ وجه تو محیط نباید، اولا نباید سیگار بکشن کلا، نباید. اگر مثلا یک کسی سیگاری هست به هیچ وجه تو این محیط نباید سیگار بکشه. و در ضمن دقیقاً در ضمن به هر حال اگه سرفه میکنه درمان سرفش ببینن خب آیا واقعا به خاطر شاید عفونت دیگری هم الان یه باکتری رفته. خب همینطور که ما گفتیم این یکی از مشکلاتی که به علت سیلیکوز ایجاد میشه مستعد کردن بیمار هست برای ابتلا به بیماری های عفونی، مثلا سل، میکروب سل تو یعنی محیط بسیار مناسبیه کسی که سیلیکوز گرفته برای اینکه ابتلا مبتلا به سل بشه. بنابراین خب طبعا همونطوری که شما میگید این بیمارا این کارگران باید از این نظر هم به طور کاملا زمان بندی شده کنترل بشن، معاینه بشن، آزمایش ازشون به عمل بیاد، عکس برداری بشن، و به این ترتیب به محض اینکه این علائمی از گرفتاری بیماری شد اتفاقا بیماری سل که شما اشاره کردین به اصطلاح سل ریوی سیلیکوزی معروفه یا توبرکلوزی سیلیکوز توبرکلوز مثلا اینها به هر حال همطور که شما مشاره کردین پس نتیجه بگیریم که یه اولا هیچ درمانی نداره کارگر زمانی که دچار شد، کارگر حق داره ادعای خسارت بکنه از کارفرما، حتی کارفرمایی که ممکنه یه دوره باش کار کرده حالا شغلش عوض کرده، اگه سیلیکوز گرفته بیماری به اصطلاح مقصر اون کارفرماییه که اون به اصطلاح مرد دیگه مقصر کاری که ایشون انجام داده و در همین کار گرفتار این بیماری شده. این خب طبعا به لحاظ اینکه این زندگیش رو تحت تاثیر قرار میگیره، زندگیش کیفیت معمولی رو نخواهد داشت و طبعا به لحاظ طول عمرشون هم تو طول عمرشون تاثیر خواهد فقط داشت. فقط یک نفر نیست که از بین میره، در واقع خانواده است، خویشاوندانی، دوستانی و یک جامعه است که دچار آسیب میشه. و یکی دوتا نیست، همینطور که کسانی که با سیلیکوز با سیلیس سر کار دارن از کارگر معدنی است که سنگ رو جدا میکنه تا حمل کننده هاش تا خرد کردنش تا به تبدیل شدن به تو صنایع مختلف از سنگ بری ها گرفته تا سیمان و خیلی بسیاری از به هر حال بخش های دیگر.
بس که بختمون آرام آرام داره به پایان میرسه. بنابراین معاینه پزشکی منظم یکی از مهمترین وظیفه است که باید انجام بشه و آشنایی با موضوع کار. شما آیا برنامه موضوع دیگر روش میتونید شروع بکنیم؟ خب اگر این زیاد وقت نداریم این برنامه رو تمام بکنیم، حالا دفعه بعد در مورد مسائل دیگه صحبت خواهیم کرد. حتما. بینندگان گرامی سپاس از شما و که به برنامه خودتون برای آشنایی با خطراتی که جان همه کارگران و کسانی که با این مواد بیماریزا با شغلی که همه شغلا به شکلی بیماریزاست، بنابراین ضروری بود که تلویزیون حزب کمونیست ایران این وظیفه رو به عهده ما قرار دادن. رفقا، من و دکتر احمد و چند رفیق دیگری که مجموعاً تیمی هست که این به اصطلاح برنامه از اعماق رو با هم پیش میبریم و سعی میکنیم اطلاع رسانی بکنیم، سعی میکنیم که طبقه کارگر، فعالین جنبش کارگری با خودشون تو این زمین هم آشنا بشن، با امید این که ما از هم اکنون همراهی شما رو داشته باشیم در رابطه محیطی که کار میکنید، با ما تماس بگیرین، خطرات و احتمالاً حتما خودتون تجربیاتتون، گزارش از محیط کارتون و وضعیتی که طبقه سرمایه‌دار تحمیل کرده، اینها رو برای ما حتما به طرق مختلف آدرس در خدمتون هست و با ارتباطی که با حزب دارین و هر شکلی نامه بفرستین، برنامه خودتون هست، حزب خودتون هست و اینکه به هر حال دست به دست هم بدیم تا به جایی برسیم که حداقل گام‌های نخستین رو با تنظیم دفترچه‌های آموزشی برای شغل‌های مختلف، بیماری‌های مختلف اینجا ما هم دستن در کار به هر حال به شکلی شریک باشیم، همراه شما این دفتر آماده بکنیم. در آینده شاید کتابی رو به عنوان بیماری شغلی به کمک به هر حال شما. سپاس از همراهیتون که این برنامه رو همراه هستین و در واقع برنامه خودتون میدونین. روز و روزگار خوبی داشته باشین.